بلخاب یگانه ولسوالی ولایت سرپل که توسط طالبان تصرف نشده و تبدیل به محل سازماندهی بسیج مردمی علیه آن گروه گردیده. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که به این نقطه کوهستانی در شمال افغانستان رفته است، از آغاز عملیات جهت بازپسگیری ساحات از دست رفته در ولایت‌های سرپل و سمنگان سخن گفته، طالبان را قادر به رویارویی با نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه بسیج مردمی نمی‌داند. همونطور که از این کوهستانات سربلند با افتخار بلخاب و در یوسف و سنگچارک و امرخ و زاری و شولگر و چارکین رفتیم و از امو آدرس دنیا ما و شما را در اجلاس بن به رسمیت شناخت، باز اونمو آدرس احیا کنیم، باز هم نام پر افتخار تانه یک بار دیگر به حیث قهرمان در تاریخ دفاع افغانستان ثبت کنیم. مشاور ارشد امنیتی و سیاسی رئیس جمهور غنی از عدم تمایل طالبان به صلح یاد کرده گفت این گروه بار بار نیت صلح طلبانه دولت و ملت افغانستان را نادیده گرفته است. حال دیگه دفاع ملی است، دفاع وطن است، دفاع سراسری است. از شما خواهش ما ایسته که استوار استاد شوین بخیر، ما و شما بار دیگه تاریخ مقاومت خود احیا میکنیم. حاجی محمد محقق از عموم فرماندهان پیشین جهادی میخواهد تا در مقابل آنچه که جنگ تحمیلی توسط طالبان مینامد منسجم شده و به این گروه اجازه پیشروی بیشتر را ندهد. او گفت پیروزی های اخیر طالبان مقطعی بوده و به زودی معادله جنگ به نفع حکومت تغییر خواهد کرد. ضرر اول شما میکنید. درسته که اونا حکومتی ضعیف میشه، اما اونا حداقل راحت مونجا هستن. اونجا که آوره میشه، خب منطقی ما آوره میشه، مردم آوره میشه. فلحاظ و گلایه ها را بگذاریم قاد کرده جایش بانیم، از وطن خود دفاع کنیم. آقای محقق هفته گذشته وارد شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ گردیده و بعدن رهسپار ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل شد. او از سال 1377 تا سال 1380 هجری خورشیدی نیز فرماندهی نیروهای ضد طالبان را در ولسوالی بلخاب سرپل بر عهده داشت.